واژه دیگه ای که در زبان انگلیسی وجود داره از زبان پارسی گرفته شده، واژه خوشمزه، واژه جالبی هم هستش، واژه کباب هست. کباب، کباب گرفته شده از واژه کباب در زبان پارسی هستش. این واژه وارد زبان اردو و ترکی میشه و پس از اون وارد زبان عربی هم میشه و از حالا اینکه از عربی وارد انگلیسی میشه یا از ترکی و اردو وارد انگلیسی میشه کاملا مشخص نیست، اما ریشه اصلیش که ایرانی هست و پارسی هست این کاملا روشن هست و تو اتیمولوژی وقتی بررسی میکنیم غیر از اون به چیز دیگه ای نمیرسیم. و توی مثلا منوهای بعضی از رستوران ها و اینها وقتی حالا توی هر کشوری به هر زبانی هم که اصلا نگاه میکنیم گاهی وقتا حتی ما به نه تنها مثلا اون حالا کباب رو داریم، حالا ممکنه کباب به شکل‌های مختلف به اسم‌های مختلف اومده باشه و حتی مثلا کباب مثل ترکیش کباب، نمیدونم اینوری کباب اونوری کباب این چیزا رو داره، یه واژه مثل شش کباب رو هم شما میبینید. شش کباب همون شش فقط در زبان فارسی هستش و مثلا ما در زبان عربی یا مثلا ترکیش یا مثلا دیگر زبان هم شش رو نداریم و این شش هم همون از زبان پارسی هستش. شش کباب، کباب کلن از زبان انگلیسی، از زبان پارسی مسیر رو میگیره به اون سمت میره. و به هر حال بعضی جاها، بعضی دیشها، بعضی اون چی میگیم خوراکای مثلا محلی و اینها شکل‌های مشابهی رو دارن. خب همه به یک شکل مثلا پخته میشن، مثلا روی باربیکیو وقتی پخته میشن همش حالت کبابی داره. خب ممکنه نام متفاوتی بگیره، مثلا ما میگیم ترکیش کباب، مثلا یه نوع کبابیه که در مثلا با جوجه کباب یا مثلا با اون یکی کباب فرق داره. اما خود واژه کباب از ترکیش کباب مال ترکیه است، اما اون خوراک مال ترکیه است، اما واژه‌اش مال زبان پارسی هست که از اونجا وارد شده و این ایجاد ابهام در یک سری از دوستان ترک زبان میکنه که آره نه ترکیه، کباب مال ترکاست، که این اشتباه هست. توی ریشه یابی وقتی نگاه میکنیم این واژه مال زبان پارسی است و در سده در قرن 16 هم وارد زبان انگلیسی میشه. حالا روی این هم میشه بحث کرد و میشه چکش کرد، ولی خب این خیلی ابهام روش دیگه نیست، این مشخصه کاملا مسیرش یه مسیر صاف و روشن. واژه دیگری که ما در زبان انگلیسی داریم و برگرفته فقط آمده از زبان پارسی هستش واژه شال هست. شال که دبلیو هم توش داره، اون وا توش صدای اون رو داره. شال همون از واژه شال اومده، اما شال در زبان پارسی شالیات بود، یعنی در پارسی اول پرژن بهش گفته میشد شالیات، بعد توی خود پارسی تغییر کرد و تبدیل شد به شال. شال وارد زبان اردو شد و از اونجا هم وارد زبان انگلیسی شد و ما واژه شال رو الان در زبان انگلیسی داریم، کاربرد داره و در دیگر زبان ها هم وارد شده، رخنه کرده از دور از انگلیسی به جای دیگه هم رفته. خب انگلیسی یه تریبون خیلی بزرگه، یعنی از انگلیسی زبان های دیگه خیلی تاثیر گرفتن و اما خب الان ما فقط میخوایم تا انگلیسیش رو کار کنیم، اینکه بعد از انگلیسی چه زبان های از اون گرفتندش خیلی کار نداره. این هم یکی از واژه های زبان پارسی هست که در زبان انگلیسی جا گرفت.